متشکرم. راز سلامت امشب به آمبلیوپی یا تنبلی چشم میپردازه، موضوعی که اگر به موقع تشخیص و درمان نشه ممکنه عوارض جبران ناپذیری رو بر چشم بچه هم بگذاره. امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید و ما رو از سوالهای خودتونم بی نصیب نگذارید. بخش تازه ها آماده هست و همکار خوبم آقای دکتر هاشمیان. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. خوش آمد عرض کنم خدمت های دکتر احسانی، مهمان محترم برنامه. اسحاقی، بله. معذرت بخوام، عرض تبریک دارم روز خانواده رو، روزی که حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیه السلام بعد از 3 روز متوالی که روزه دار بودن و افطارشون رو به فقیران، یتیمان و مسکینانی که به در منزلشون مراجعه میکردن اعطا میکردن، این روز به نام روز خانواده نامیده روز شده. روز نزول سوره حلتا. خیلی متشکرم. بخش تازه ها رو از زبان آقای دکتر هاشمیان به اتفاق هم میبینه و میشنویم. بسم الله. به نام خدا. سلام، سلام و عرض ادب دوباره خدمت شما بینندگان محترم هر جا که هستید، در هر نقطه از استان عزیزمون و کشور زیبامون و بیننده برنامه خودتون، برنامه راز سلامت هستید. موضوع برنامه‌مون موضوع تنبلی چشمه. آیا دکتر اسحاقی به تکمیل اتیولوژی یا علت و مکانیزم ایجاد تنبلی چشم رو فرمودن؟ من به طور خلاصه و تیتروار اشاره می‌کنم. عوامل زیادی در ایجاد تنبلی چشم مؤثرند که مهمترین آنها عبارتند از عیوب انکساری چشم، انحرافات چشمی، بیماری‌های مادرزادی چشم، افتادگی پلک و کدورت قرنیه و به صورت نادرتر عوامل تغذیه‌ای. عیوب انکساری مهمترین علت در تنبلی چشم هستند. عیوب انکساری منظور همان ضعیف بودن چشم است که در سنین کودکی باعث تنبلی چشم میتونه بشه. اما گاهی ضعیفی چشم در یک طرف، یا بهتر بگیم شدت ضعیفی بیشتر در چشم دیگر، باعث میشه فرد، همطور که آقای دکتر هم فرمودن، در انطباق دچار مشکل بشه و تصویری که برای ذهن اون تعریف میشه تصویر متفاوتی باشه که به تدریج میتونه مسائل و مشکلات خاص خودش رو به دنبال داشته باشه. پس دقت کنید، بین سنین 4 تا 6 سالگی حتما برای معاینه چشم به مراکز بهداشتی مراجعه کنید تا از سلامت بینایی فرزندانتون مطمئن بشید. اگه اجازه بدید بریم سراغ یک بیماری دیگه، آرتروز. واقعا آرتروز چیه؟ آرتروز یا به اصطلاح علمی اوستئوآرتریت یک بیماری مربوط به مفاصله که با خوردگی قزروف و خود مفصل در سنین بالا خودشو نشون میده. اما آرتروز واقعا کدوم مفاصل رو میتونه درگیر کنه؟ آرتروز هر مفصلی رو میتونه درگیر کنه، از جمله بزرگترین مفصل بدن که مفصل زانو تا کوچکترین مفاصل که شاید بتونیم بگیم مفاصل انگشتان باشه، هرچند که مفاصل ریستری هم داریم در بدن. حالا ما چی کار کنیم که دچار آرتروز نشیم؟ دقت کنیم، بیشترین مفاصلی که تحت خطر ابتلا به آرتروز قرار دارن مفاصلی هستن که وزن بدن رو تحمل میکنن، مثل مفاصل زانو و مفاصل مچ پا. دقت کنیم وقتی که میخوایم یک شی رو بلند کنیم از کمر اون استفاده نکنیم و از زانوها برای بلند کردن استفاده کنیم تا فشار کمتری رو بدن اون متحمل بشه. برای پیشگیری از آرتروز میشه ورزش‌های خاصی رو انجام داد. آب درمانی بسیار موثره در صورت صلاح دید پزشک، مصرف مکمل‌های کلسیومی، در کنار اونها خوردن به اندازه میوه، سبزیجات تازه، لبنیات به خصوص شیر تازه بسیار موثره و استفاده از نور خورشید که در درمان بسیاری از بیماری ها موثره. دقت بفرمایید، یکی دیگه از کارهایی که خیلی از دوستان انجام میدن، فشار بسیاری روی هم مفاصل و هم روی فقرات کمرشون میاد، استفاده از کفش های نامناسبه. کفش های پاشنه دار به علت قوسی که دارن میتونن فشار بسیار زیادی بر روی مفاصل و به ویژه فقرات کمری بیارن. دقت کنید کفش مناسب کفشیه که 2/3 قسمت روی پنجه پای ما رو پوشش بده، پاشنه مناسب داشته باشه و قسمت پشتش هم پوشش مناسب تا قسمت قوزک رو داشته باشه. به ویژه اگر پای ضربه ببینه یا آسیب ببینه، خیلی از پزشکان ارتوپد یا شکسته بندا توصیه میکنن کفشی برای بیمار استفاده بشه که شبیه پوتین سربازی تا قسمت بالایی قوزک پا رو پوشش بده.
خب اگه اجازه بدیم بریم سراغ مطلب آخرمون که در رابطه با گاز گرفتگیه. خب فصل زمستون کم کم داره شروع میشه، فصل پاییز رو داریم پشت سر میذاریم. متاسفانه خیلی از افراد دچار سوانحی از این قبیل میشن به علت گاز گرفتگی و عزیزانی رو ما از دست میدیم. امیدوارم با دقت نظری که شما داشته باشید کمتر مبتلا به همچین حوادثی باشیم. بعضی از افراد اعتقاد دارن اگر شیر لوله خروجی بخاری رو داخل سطل آبی تعبیه کنن هیچ ماده مضری رو استشمام نمی‌کنن و عارضه‌ای شامل حالشون نمیشه، در صورتی که این مسئله کاملا اشتباه است. دقت کنید، گاز شهری یا همون گاز متان گازیه که بوی خاصی نداره و با ایجاد احساس گیجی و خواب‌آلودگی و در و به دنبال اون کاهش اکسیژن در محیط باعث میشه اکسیژن کمتری به بدن ما برسه و با توجه به حالت گیجی که ما داریم ممکنه عوارض بسیار بدی برای اون پیش بیاد. خب یه سری نکاتی که باید به طور خلاصه رعایت کنیم. استفاده از وسایل گازسوزی که حتما مجهز به ترموکابل باشن، شلنگ‌های مخصوص و وسیله‌های استاندارد که به تایید سازمان گاز رسیده باشه. عدم قرار دادن لوله خروجی دودکش در ظرف آب که ذکر کردم و همچنین استفاده از بخاری و آب گرم کن توسط لوله‌ای که به خارج خونه یا منطقه مسکونی هدایت شده باشه. این مسئله‌ای که برای حفظ سلامت شما میتونه بسیار مهم و مثبت باشه. متشکرم از دقتی که داشتید. امیدوارم مطالبی که ارائه میدیم در ارتقای بهداشتی شما موثر باشه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار. آقای دکتر از شما هم تشکر. خیلی متشکرم آقای دکتر. شما فقط یه نکته رو در تکمیل صحبتاتون اشاره کردید به آب درمانی. منظور از آب درمانی استفاده از آب به عنوان نوشیدنی نیست. ورزش هایی هست که در آب انجام میشه برای رفع مشکل آرتروز که انشالله عزیزانی که پیگیر قضیه هستن و دنبال درمان هستن از این شیوه استفاده میکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمیان. به اتفاق شما بخش بعدی رو یه ولی تصویری میبینیم و باز هم در خدمت عزیزان بینندمون هستیم با موضوع تنبلی چشم که امشب انشالله تا پایان با ما همراه خواهند بود.